سرخط خبرها. ادامه مذاکرات میان هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان برای دومین روز در دوحه. منابع میگویند که در روز نخست نشست طالبان روی آزادی زندانیان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان روی یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان متمرکز بوده است. بازپسگیری 24 ولسوالی کشور در هفته های اخیر از نزد طالبان. سخنگوی مشترک نهادهای امنیتی میگوید 24 ولسوالی در هفته های اخیر دوباره به تصرف نیروهای امنیتی در آمده است. تأکید وزارت صحت عامه بر رعایت توصیه های صحی از سوی شهروندان در روزهای عید. و اتحادیه اروپا در تطبیق واکسن کرونا بر شهروندانش از امریکا پیشی گرفت. به نام خدا و با عرض سلام بیننده های عزیز، به خبرهای این ساعت از نگاه خوش آمدید. مذاکرات میان هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان برای دومین روز در دوحه ادامه دارد. منابع میگویند که در روز نخست نشست طالبان بیشتر روی آزادی زندانیان و بیرون شدن رهبرانشان از فهرست سیاه و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بیشتر روی یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان متمرکز بوده است. قرار است در پایان نشست امروز هیئت‌های مذاکره کننده یک اعلامیه مشترک بیرون دهند. در همین حال ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان در پیام عیدی خود تأکید کرده است که به حل مسائل افغانستان از راه گفتگو متعهد است. مذاکرات مستقیم میان هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان برای دومین روز در دوحه ادامه دارد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پایان روز نخست در توییت نوشته بود که او انتظار دارد گفتگوها نتیجه مثبت و سازنده داشته باشد. منابع میگویند در روز نخست نشست طالبان بیشتر روی آزادی زندانیان، بیرون شدن رهبرانش از فهرست سیاه و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بیشتر روی یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان متمرکز بوده است. بهترین راه و راهکاری است که ما بتونیم از طریق صلح، از طریق گفتگو بین به نتیجه واید برسیم. در روز دوم گفتگوها تمرکز بیشتر روی یک اعلامیه مشترک خواهد شد که قرار است در پایان این نشست بیرون داده شوند. در همین حال ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان در پیام عیدی خود تاکید کرده است که به حل مسائل افغانستان از راه گفتگو متحد است. در پیام عیدی رهبر طالبان که روز یکشنبه منتشر شده آمده است که این گروه با وجود پیشروی‌های نظامی در کشور حامی جدی راه حل سیاسی معضل کشور است. در پیام همچنان آمده است طالبان از هر فرصتی که سبب ایجاد نظام اسلامی و آمدن صلح و امنیت در کشور شود استفاده می‌کنند. رهبری طالبان همچنان حکومت را متهم کرده است که تاکنون فرصت‌های پیش آمده برای برقراری صلح را ضایع کرده است. پیام ما این است که بیایید به جای اتکا به خارجی ها مشکلات خود را خودمان حل کنیم و کشور را از وضعیت کنونی نجات دهیم. طالبان تا اکنون هم از موضوع اصلی خود خارج نشدن و اونا هدفشان اینمی بوده که ما باید در جریان میز مذاکرات نهایت امتیاز داشته باشیم. هدف اساسی اینمی است. ملا هیبت الله در حال پیام ویدی نشر کرده است که همکنون تنور جنگ در اکثر ولایات داغ است و اما هیچ اشاره‌ای به تامین آتش بس در جریان روزهای عید نکرده است. جنگجویان این گروه در جریان ماه‌های اخیر بیش از 100 ولسوالی را تصرف کردند. اجمل عمر شنواری سخنگوی مشترک نهادهای امنیتی میگوید 24 ولسوالی در هفته های اخیر دوباره به تصرف نیروهای امنیتی در آمده است. آقای شنواری در یک نشست خبری در کابل میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حالت دفاعی را کنار گذاشته و روی کرده تهاجمی اختیار کرده است. او میگوید که این نیروها سرگرم بازپسگیری ولسوالی ها میباشد. در ادامه درگیری ها میان نیروهای ارتش و طالبان، اجمل عمر شینواری سخنگوی مشترک نهادهای امنیتی میگوید 24 ولسوالی در هفته های اخیر دوباره به تصرف نیروهای امنیتی درآمده است. که جمعاً 24 ولسوالی، مرکزهای ولسوالی دوباره به تصرف ما آمده و اونمو اراضی ولسوالی
تنها و نمو تعمیر نیست. ما هدف ما از لحاظ نظامی تصرف تمام اراضی هست که فعلا در او ساحات حالت اضطراری و یا حالت جنگی است. آقای شنوری در یک نشست خبری در کابل میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حالت تدافعی را کنار گذاشته و رویکرد تهاجمی اختیار کردند. شنوری همچنان با اشاره به عملیات‌های چهار روزه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور میگوید در پی 244 عملیات این نیروها دست کم 967 جنگجوی طالب کشته و نزدیک به 600 تن از جنگجویان این گروه زخمی شدند. در 4 روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به تعداد 244 عملیات شامل ضربات هوایی، توپچی، تصفیوی، تصرف خاص و دستگیری را در 22 ولایت کشور به طور مشترک و مستقل راه‌اندازی نموده که در نتیجه به تعداد 967 تن کشته که شامل افراد کلیدی و نظامی دشمن می باشد. سخنگوی مشترک نهادهای امنیتی در ادامه بر ربوده شده سلسله علی خیل دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در اسلام آباد اشاره کرده می افزاید که این موضوع ضعف پلیس پاکستان را نشان می دهد و از اسلام آباد می خواهد که نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. و این یک موضوعی است که مربوط به ضعف نیروهای امنیتی و به خصوص پلیس پاکستان را به نمایش میگذاره و در قبال از او اونا نه تنها در قبال افغانستان بلکه در قبال تمام جهان مسئولیت دارن که ایره پاسخ بتن که چرا در مقابل از این موضوع و ناتوان بودن. سلسله علی خیل روز جمعه هفته گذشته هنگامی برگشت به خانه در شهر اسلام آباد پاکستان ربوده شده و مورد شکنجه قرار گرفت. یک روز بعد عمران خان نخست وزیر پاکستان با تعیین یک ضرب الاجل 48 ساعته خواهان بازداشت عاملان این رویداد شد. وزارت صحت عامه میگوید که شیوع موج سوم ویروس کرونا در بسیاری از ولایت های کشور سیر نزولی به خود گرفته است. وحید مجرو سرپرست این وزارت در حالی که از بی‌پروایی شهروندان کشور در برابر این ویروس انتقاد می‌کند اما می‌گوید که تهدیدهای ناشی از ویروس کرونا هنوز هم پابرجاست و 50 تا 85 درصد بسترها در شفاخانه‌های ویژه کرونا مملو از بیمارانند که وضعیت صحی وخیم دارند. با این حال وزارت صحت عامه شهروندان کشور می‌خواهد تا در روزهای عید رفت و آمدهایشان را کنترل کرده و از گشت و گذار در مکانهای پرازدهام خودداری کنند. از سوی هم بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه شناسایی 887 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا و مرگ 66 بیمار در شبانه روز گذشته گزارش شده است. همزمان با فرا رسیدن عید قربان و بیشتر شدن گشت و گذار مردم در مکانهای پرازدحام، وزارت صحت عامه از عملی نشدن توسعه‌های صحی از سوی شهروندان کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید که تهدیدهای موج سوم ویروس کرونا هنوز هم از میان برداشتن نشده و 50 تا 85 درصد بسترها در شفاخانه‌های ویژه کرونا مملو از بیمارانی‌اند که وضعیت صحی وخیم دارند. هنوز هم کووید 19 در کمین صحت و سلامتی ما و شما نشسته است. هنوز هم وزارت صحت عامه نگران عدم رعایت اصول وقایه و بهداشت و امکان ابتلای بیشتر شهروندان ما هست. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت در حالی که از سیر نزولی این بیماری در برخی از ولایت‌های کشور سخن می‌زند اما هشدار می‌دهد در صورتی که شهروندان کشور در روزهای عید رفت و آمدهایشان را کنترل نکنند و در مکان‌های پر ازدحام شرکت کنند شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری به گونه سریع افزایش خواهد یافت. ما با رفت آمدهای عیدی با حضور در محلات شلوغ با دست دادن های فراوان متاسفانه زمینه انتشار ویروس تسریع می کنیم، زمینه ابتلا و مرگ و میر پدر و مادرای بسیار شیرین خانواده را مساعد می سازیم و بعد از عید باز هم بر فرش غم خواهد نشستیم متاسفانه و او وقت با ملامت کردن، با داد و فریاد زدن، با شکستن شیشه ها، با فحش و دشنام دادن که چرا گویا اکسیژن نیست، مطمئن باشین که هیچ پدری نجات نخواهد یافت، هیچ مادری از بستر
بیماری بر نخواهد خی. در حالی که در یک شبان روز گذشته 887 تن تازه به ویروس کرونا مبتلا شده و 66 بیمار هم در پی ابتلا به این بیماری جان باخته است، سرپرست وزارت صحت بر تطبیق واکسین کرونا از سوی شهروندان تاکید می کند و می گوید که قرار است بعد از عید 2.8 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا از کشورهای آمریکا و چین و 250 هزار دوز دیگر از دنمارک به افغانستان برسد. که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 141,499 رسانده، همچنان 966 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 66 مورد فوتی داشته. دنبال ازی هستیم که بر سال شروع سال 2022 12 میلیون دوز خریداری کنیم با قیمت مناسب. اداره ملی تدارکات تلاش بر این داره که از منابع دیگه بر ما واکسین تدارک کنه. وزارت صحت در حال از سیر نزولی موج سوم ویروس کرونا سخن میزند که ولایت های تخار، فاریاب، غور، هرات، کاپیسا، زابل و خوست هنوز هم بلندترین رقم مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را به خود اختصاص دادند. پس از خروج نیروهای خارجی و مسدود شدن برخی از سفارتخانه‌ها در افغانستان، شماری از شهروندان کشور که در نهادهای خارجی کار می‌کردند از افزایش روزافزون تهدیدها علیهشان ابراز نگرانی می‌کنند. شماری از کارمندان پیشین سفارت استرالیا در کابل در طی یک تجمع اعتراضی به هدف تهدیدات بلند امنیتی علیه آنان دست به اعتراض زده و خواهان پناهندگی در خارج از کشور شدند. آنان میگویند با بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور، زندگی آنان نیز زیر تهدید است. با دنبال ناامنی ها و گسترش جنگ در سراسر کشور، نگرانی مردم بیشتر شده و انگیزه کار و فعالیت از آنان گرفته شده است. با این حال امروز شمار زیادی از شهروندان کشور در سفارتخانه کشورهای خارجی به ویژه استرالیا فعالیت داشتند. خواهان صدور ویزا برایشان و پناهندگی در این کشور شدند. اینا رفت آمد نمیتونند کرده فعلا به مناطق دوردست، ولایت های دوردست که به حساب بود و باش دارند. بنابر دلایل که در صد راه میشه که طالبان اینا را پان بکنن، بایومتریکشان بکنن یا کدام اسناد بدش بیارن از اینا، و اگر این موضوع واضح شوه معلوم دار است که جان همگی در خطر است. نو د دې لپاره موږ غواړو د استرالیا د حکومت چې د موږ په پروسه باندې لږ سرعت وکړي ورکی ورته، او چې دا کار زموږ زرته زره شي، ځکه تر یوه یوه نیمه میاشت نور موږ هلته دځای کې لرو. نو وروسته د هغې نه که دوی بیا کومک هم نه شي کوی، نو مجبور یو چې موږ بیا لکه د روسانو په تایم کې بیا مهاجر شو. د دوی کارمندان افغانی نمایندگی ها میگویند با توجه به سطح بلند تهدیدات امنیتی در کشور، اگر به خواسته های آنان توجه صورت نگیرد و اعتراضاتشان ادامه داده و در مقابل این سفارتخانه ها خیمه تحسن برپا خواهند کرد. به حق اساسی ما باید رسیدگی جدی بکنند. ما نمیتوانیم از این بیش در افغانستان زندگی بکنیم. برای ما به زودترین فرصت به خاطر تسریع روند ویزا به زودترین فرصت همکاری بکنند و ما ویزا را بگیریم و از افغانستان خارج شویم. پروسی ویزا را برای ما ویزه بشر دوستانه را باز کردند. گفتن شما میتونید از این طریق اپلای بکنید، اما پروسه طولانی است. نظر به شرایط فعلی ما وقت کم داریم و ما از اونها خواهان هستیم که همین پروسه را هرچی عاجلتر و زودتر انجام بدن. این در حالی است که شماری از شهروندان کشور که در سفارتخانه آمریکا در کابل فعالیت داشتند، نیز در مقابل دربین سفارت تجمع اعتراضی برپا کرده و خواهان پناهندگی در آمریکا شدند. شهروندان کشور عامل اساسی این نابسامانی ها و فرار جوانان از کشور را تهدیدات بلند امنیتی و گسترش روزافزون جنگ در سراسر کشور قلمداد می کنند. در ادامه نرخ ارز و گزارش وضعیت آب و هوا را ببینید. یک دلار امریکایی 79 افغانی و 40 پول، یک پاوند انگلیس 108 افغانی، یک یورو 93 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1084 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 490 افغانی.
به چند خبر از جهان نیز توجه کنید. نخستین مورد مثبت کرونا در دهکده المپیک ژاپن. آزمایش کرونا اولین تن در دهکده المپیک توکیو مثبت اعلام شد. یک تن در دهکده ورزشکاران المپیک به ویروس کرونا مبتلا شده، آزمایش پی سی آر این شخص دیروز مثبت اعلام شده است. بازی های المپیک توکیو سال 2020 میلادی با یک سال تأخیر به تاریخ 23 جولای آغاز می شود و تا 8 آگوست ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا در شمار شهروندان واکسین شده در برابر ویروس کرونا از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفت. آمار تازه در حال اعلام شد که آمریکا و کشورهای اروپایی برای مبارزه با نوع جهش یافته دلتا تلاش دارند. شمار تمام کسانی که حداقل یک دوز واکسن کرونا را در اروپا دریافت کردند به 55.5% رسیده که این آمار در آمریکا به 55.4% عنوان شده است. یک کمیشنر اتحادیه اروپا در توییترش نگاشته است که این اتحادیه هفته گذشته از آمریکا در تطبیق نخستین دوز واکسن پیشی گرفت. در آغاز امسال انتقادهای گسترده بر اروپا صورت گرفت که تزریق واکسن را به کندی پیش برده است. در آمریکا آغاز روند تطبیق واکسن خیلی سریع بود، اما اکنون این روند کندتر از گذشته شده است. شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌های از غرب اروپا به 183 تن رسیده است. دامنه این سیلاب‌ها اکنون به بخش‌های از سوئیس، اتریش و جمهوری چک نیز رسیده است. پلیس جرمنی با نشر اعلامیه نگاشته است که بیم افزایش در تعداد قربانیان نیز متصور است. تنها در همین منطقه جرمنی 670 تن جراحت برداشتند، جایی که گفته می شود به گونه بی پیشینه متضرر شده و در نتیجه بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها حداقل 156 نفر جان باخته و تعداد تلفات در بلژیم نیز به 27 تن رسیده است. حکومت جرمنی در بخش‌های شمالی منطقه باواریا حالت اضطراری اعلام کرده است. صدر اعظم اتریش در حساب توییترش نگاشته است که بارانهای شدید و طوفان‌ها بخش‌های متعدد این کشور را خسارتمند ساخته است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در نظر دارد که از شهرک شولت به خاطر سروی خسارات و ملاقات با نجات یافتگان این سیلاب ها دیدن کند. پیش از این فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور جرمنی از ساحات سیلاب زده دیدن کرد و خواستار حمایت و کمک به قربانیان حادثه شده است. در این میان اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا دیروز شنبه از مناطق سیلاب زده در بلژیم دیدار کرد و بعد از آن در حساب توییترش نگاشت که اروپا با مردم است. بر اساس گزارش ها مسیر قطار آهن میان جمهوری چک و جرمنی به خاطر مشکلات تکنیکی متوقف شده و مقام ها گفتند که تا آخر امروز یک شنبه به حل این مشکلات پرداخته می شود. بلژیم روز سه شنبه را روز عزاداری برای قربانیان این سیلاب ها اعلام کرده است. و دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای ایران به تعویق افتاد. مذاکره کننده ی ارشد هسته‌ای ایران میگوید دور بعدی گفتگوها در ویانا تا هنگامی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب این کشور حلف وفاداری یاد میکند به تعویق میافتد. عباس عراقچی دیروز در توییترش نگاشته است در حال حاضر آنها در مرحله انتقال قرار دارد. بنابراین گفتگوها تا آغاز کار اداره نو به تعویق میافتد. انتظار میرود ابراهیم رئیسی در اوایل ماه آگست حلف وفاداری یاد کند. مذاکرات هسته‌ای ایران به خاطر جریان دارد که توافق سال 2015 میلادی میان این کشور و قدرت‌های جهان دوباره احیا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 میلادی از این توافق بیرون شده بود. تاکنون 6 مرحله از مذاکرات برگزار شده، اما نتیجه قطعی تا هنوز در پی نداشته است. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه تا این دم با ما همراه بودین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. We'll be right back.